درود بر شما. بامداد روز یک شنبه دوم بهمن مصادف با 22 ژانویه سال 2023 بر شما نکو باشه. بنده اهورانیازی هستم، با افتخارم که اپیزود بعدی خبر امروز رو براتون خیلی پر انرژی اجرا بکنم. امیدوارم روز بسیار خوبی در انتظارتون باشه، نفستون گرم، تنتون سلامت باشه. بریم سراغ خبر اول. واتساپ به شما اجازه میده از این به بعد برای خودتون پیام بفرستین. ببینید، تا امروز این قابلیت در تلگرام بود که برای خودت پیام بفرستی، داده های مهمتو ذخیره بکنی، عکس یادگاری برای خودت بذاری و امثاله هم. واتساپ چنین قابلیتی داشت، ولی تو باید با خودت گروه میساختی. الان این قابلیت بهش اضافه شده که بری اسم خودت رو از توی کانتکت لیست انتخاب بکنی و برای خودت پیام بفرستی. برای یه سری افراد ممکنه این چیز عجیب غریبی باشه، ولی به صورت کلی به درد این میخوره که برای خودت پیام بفرستی، داده های مهمتو ذخیره کنی، از شماره تلفن، عکس، اطلاعات مهم، سند، اینجور چیزا. بله، بریم سراغ خبر بعدی. iOS 16 و 3 هفته آینده با یک سری امکانات امنیتی جدید و پرچم آفریقا روانه خواهد شد. iOS این برنامه رو داره که هر از گاهی به تشویق افراد رنگین پوست یا سیاه پوست یه همکاری میکنه، یه حرکتی میکنه و اهمیت اینها رو در جامعه به تصویر میکشه. آخرین اقدامی که خواهد کرد، پرچم آفریقا رو به صورت واحد در گوشی و به صورت فیس واچ در اپل واچ ها اضافه خواهد کرد. به همراه اون فضای آی کلاود شما رو اند تو اند انکریپت میکنه. به همراه اون میخواد که سکیوریتی کی فیزیکی برای اپل آیدی تون فراهم بکنه. یه قابلیت دیگه‌ای که داره اضافه میکنه مربوط به تماس اورژانسی و SOS. در حال حاضر شما اگر دکمه پاور رو بگیرید و پایین رو فشار بدید، میرید توی منویی که هم میتونید دستگاه رو باش خاموش کنید یا پیام اورژانسی بفرستید. اما الان یه اسلایدر هم داره. اون اسلایدر رو میخواد حذف بکنه که در مواقع اورژانسی وقتی این اتفاق میفته، تو شاید دیگه نتونی اون اسلایدر رو انجام بدی، مستقیم پیامت ایجاد بشه. همچنین قابلیت دیگه‌ای که اضافه میکنه، تماس‌های اورژانسیتون بدون هیچ صدایی اتفاق میفته. تا پیش از این صدای آلارم داشت، اما بدون آلارم انجام میشه برای موقعیت‌های حساس. گوگل پیکسل 7 سیم کارت فیزیکی رو حذف کرد و 2 سیم کارت الکترونیکی رو میخواد جاش قرار بده. پایان سیم کارت فیزیکی، خدای من، باورم نمیشه. خیلی جالبه ها، ما در دوره زندگی میکنیم که همه چی رو داریم تجربه میکنیم و این خیلی جالبه. پایان سیم کارت. ایلان ماسک تایید کرد که توییتر این روزها خیلی داره تبلیغ نشون میده و یه راهکار براش سراغ داره. ببینید، از زمانی که ایلان ماسک اومد، هدفش این بود که فضای توییتر رو کمی صادقانه تر بکنه، سانسور رو در اون کمتر بکنه، از اون طرف درآمدزایی توییتر رو بالا ببره، که خیلی موفق نبوده، ضررهای سنگینی داشته، کارمندهای خیلی زیادی رو اخراج کرده. اما تایید کرده که تبلیغ‌های توییتر خیلی زیادن، ولی براش یه پلن سابسکرپشن دارم. اما از همه گرون‌تره تا تبلیغ‌ها برداشته بشه. از اولین اشتراک گرفتن توییتر وعده این بود که تبلیغات حذف بشه، اما الان نه تنها تبلیغ‌های سوم شخص زیاده، تبلیغ‌های درون اپ هم خیلی زیاده، مال خود توییتر که خودشو داره تبلیغ می‌کنه. حالا ایلان ماسک میگه که ما یه سابسکرپشن اضافه میکنیم، گرونتر از همه، برای اینی که تبلیغ ها رو کلن ببنده. ولی کلن وضعیت توییتر خیلی خوب نیست و مردم خیلی راضی نیستن از مدیریتی که ایلان ماسک با خودش در توییتر آورده. گوشی معرفی نشده یه شیائومی ردمی نوت 12 توربو لو رفته. مشخص نیست البته، حرف ها رو نمیشه با قاطعیت 100% گفت، اما طبق اطلاعات درج شده در پلتفرم چینی ویبو، عضو جدید ردمی نوت 12 ها با نام توربو قرار روانه بازار بشه و احتمالاً در چین با یک برند جدیدی بخواد عرضه بشه، مثلا چیزی شبیه به پوکو. مشخصات این گوشی معرفی نشده، حدودی میدونیم که
حسگر اثر انگشتش زیر نمایشگر اولین گوشی در خانواده ردمی هست. نمایشگر 667 اینچی امولد 120 هرتز فول اچ دی پلاس هستش. چیپست اون اسنپ دراگون 8 نسل 2 هستش. دوربین اصلی 5 مگاپیکسل، دوربین 8 مگاپیکسلی خیلی عریض. احتمالاً یه دوربین 2 مگاپیکسلی برای عکس ماکرو داشته باشه. باتری اون 5500 میلی آمپر ساعت هست. 500 میلی آمپر ساعت بیشتر از ردمی نوت 12 پرو. سرعت شارژ باتری اون 67 واتی هست و همین. نظرسنجی های هفتگی GSM آرنا نشون میده که مردم فوق العاده نمایشگر براشون مهمه، از اون مهمتر سایز نمایشگر براشون مهمه، از همه بیشتر سایز نمایشگر مورد پسندشون 6 و 1 اینچی هست. شما چی دوست دارید؟ ببینید گوشی های پرچمدارمون مثلا S21 اولترا، آیفون 13 پرو مکس، اینا تو مایه های 6 و 7 اینچ داره. حقیقتا گوشی های انقدر گنده واقعا یه دستی کار کردن باشون سخته، سنگینن، تو جیب جا نمیشن، جا میشن ها، ولی مثلا تو جیب کتو اینا همیشه ظاهر کتو به هم میریزن، اینا ضعفاشه. مایکروسافت پلتفرم وی آر آلتس اسپیس وی آرش رو میبنده. پلتفرمی که سال 2017 اومد و جز اولین ها بود، همزمان با رکروم مثلا یا وی آر چت. اما به سبب اینی که خبرش هم دیروز گفتیم، 12,000 کارمندش رو اخراج کرده، داره تلاش میکنه روی هوش مصنوعی کار بکنه، احتمال خیلی زیاد در جهت اینه که جلوی هزینه های اضافهش رو بگیره تا بتونه سرمایه گذاری بکنه روی هوش مصنوعی و در نتیجه پلتفرم آلت سپیس وی آر رو هم داره میبنده. توی توییتی که خودشون زدن اعلام کردن که پیشنهاد میکنیم کاربران داده هاشون رو ذخیره کنن قبل از اینکه این پلتفرم کلن شات داون بشه، شاید بعدا بتونن استفادهش کنن. خبری میخونم از رسانه دیجیاتو. بزرگترین هواپیمای هیدروژنی الکتریکی جهان اولین پرواز خودش رو با موفقیت انجام داد. دارای 19 صندلیه و به مدت 10 دقیقه تونسته بر آسمان بریتانیا پرواز بکنه. خیلی حرف خاصیه ها. یه خبر جذاب دیگه از صنعت مسافربری، قطار هایپرلوپ فوق‌العاده سریع در چین اولین سفر آزمایشی خودش رو انجام داد. قطاری مغناطیسی که به سرعت 1000 کیلومتر و یا بیشتر میرسه، 1000 کیلومتر بر ساعت. خبر آخر میرسه به اخبار ایران که طبق معمول خبری ناراحت کننده است. هزینه صادر کردن کارت سوخت بنزین 10 برابر شد. تا امروز شما اگر کارت سوخت میخواستید تمدید کنید 10,000 تومان هزینش بوده و الان به 100,000 تومان رسیده. نکته جالبش اینه که چندین سال پیش طرحی اومد تو مجلس که آقا کارت سوخت رو با کارت بانکی بشه پرداختش کرد، بعد طرح اصلا ساکت موند و از بین رفت و انجام نشد. با توجه به این محدودیت ها و تحریم هایی که در ایران وجود داره، خدایا ما رو خفه کردی از این تحریم ها، کلن کارت های هوشمند صادر کردن برای ایران دردسر شده. مثلا کارت ملی در جریان دیگه 3-4 سال طول میکشه بیاد و حالا همین قضیه هم داره برای کارت سوخت اتفاق میفته. به پایان آمد این دفتر. حکایت بسیار همچنان باقی است. از خدای بالای سر یک آرزو دارم. در دل تمام مشکلاتی که این روزها ما ایرانی ها باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و اصلا هم قابل فرار کردن نیست و شامل حال همه اقشار جامعه میشه، چه اون کودک، چه نوجوان، چه جوان، میانسال و فرد مسن، آرزو میکنم فقط و فقط امیدتون رو از دست ندید، روحیتون بالا بمونه، چون امید و روحیه رو از دست بدید زندگی فاتحه همه صلوات، تبدیل میشی به دور از جونت یه انسان فلج، گوشه زندگیت هیچ کاری نخواهی کرد. امیدتون رو هرگز از دست ندید. ارادتمند شما. گویا پلتفرم کست باکس دیروز فایلش که آپلود شده ناقص بوده، من خیلی دیر متوجه شدم، دیگه جا برای جایگزینش نبود. اگر همچین چیزی بود پوزش میخوام. به هر حال به بزرگی خودتون ببخشید. مرسی که ویدیو رو لایک و کامنت میکنید، نظرتون رو میذارید، کانالمون رو در یوتیوب سابسکرایب میکنید. عشقید. خدا نگهدار. تا فردا.